با کدام دلیل مثلا مولانای ما ترک است؟ مولانایی که یک عمر افتخار با خراسانی بودن میکرد و بارها این افتخارش را اظهار کرده است. در این باره یک مقاله استاد شفیعی کدکنی چاپ شده، مولانا و خراسان. و مولانا هیچ چیزی نگفته است که ترکی باشد، یگان بیت ترکی نداره. حتی گفته که من از ترکی فقط این رو همین رو میدانم که آب را گویند شو. در یک جای دیگر از نام پسری مولانا خواندم که باهای ولد نقد کرده که یک وقت ترکی واردی اتاق شد، بابا داشت کتاب میخوان و با صدای بلند ترکی حرف میزد. بابا سر از کتاب بالا کرد و گفت: اینجا برای کی ترکی حرف میزنی؟ اگر بخواهی که ما تو را بفهمیم، یا به زبان فارسی صحبت کن یا به زبان عربی. به خاطر آنکه در خونیه آن روزگار این بخشی از سرزمین های ایران سلجوقی بود و مردم زبانشان هم فارسی بود. اینکه مولانا از بازگشت به حج اونجا را اختیار کرد به خاطر زبان فارسی هم بود. فاجعه اینه که بعدها این زبان در اینجا ترکی شد. بعدها در اینجا در آذربایجان و در جاهای دیگر زبان ترکی شد. دیگه همه میراثی که در اونجا بود میخوان مال خود کنن. یا نظامی گنجوی به هیچ وجه نمیشه ترک کرد. از نظامی گنجوی ترک ساختن نشانه بسیار ابلهی است. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه نظامی بارها و بارها خود از ترکا جدا کرده و زبان خودش گفته که مادری من کرد بود. مادر چمرا رئیسه کرد، مادر صفتانه پیش من مرد. ترکی صفتی وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست. بعد از این شما چگونه میتونید از نظامی ترک سازید؟ تو اونم که با زبان زیبا و شیرین تاجیکی گفته و یک بیتی غیر فارسی نداره. ببینید وقتی نظامی با این زبان شیرین و شیوا میگوید که مهتاب شب چو روز روشن، تنها من و تو میان گلشن، این مگه زبانی نیست که امروز من و شما با اون صحبت میکنیم؟ وقتی میگوید بیچاره کسی است آدمی زاد، خاکی که چپوف کنی برد باد. بعد از این چگونه شما و من میتونیم اجازه بدیم که کودنی بگوید که اون ترکو؟ هیچ چیزی ترکی نداشت و هیچ گاه به ترک ها خدمت نکرده و در آغاز مخزن الاسرار و در هفت پیکر در ستایش ایران باستان بوده و هزارها بیت شیرینی گفته و همون کسی است که نظامی میگوید همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجیل. چون که ایران دلی زمین باشد، دل زیتن بیه بود یقین باشد. ایران هم ایران آن روز که ما جزی آن بودیم، نه اینکه ایران جمهوری اسلامی امروز هست. یعنی ایران همون ایرانی بود که ما جزی از اون ایران بودیم. برای همین مسئله ترک ساختن بزرگان ما یکی از داغ‌ترین مسئله هاست و من فکر میکنم که در این باره هم دانشمندان ما بیاندیشن، هم مسئولین کشور ما بیاندازن که چی باید بکنیم.